که خط بسیار پر رسک است ارمان رزق, رزق بسیار بلند دارد تا این خط که جو فاریاب جوزجان مزار بغلان کاب، کابل و ننگرار که از این خط نامد خط دومی انتخاب شد این خط ای دومی انتخاب شده یعنی دو خط, انتخاب, دو خط انتخاب کرده این انتخاب دومی شده ما شاید خوب فرض کنیم فرض میکنیم که تا سال 1919 صلح -19 با وجود میه تا سال 1919 -19 هیچ گپ دیگه وجود نداره تا سال 1919 مسئله کشمیر مسئله اندوستان حل میشه اینا یک توازن قوا قرار میگیرن هیچ که حل کشمیر مگه در توازن قواب قرار بیرن جنگ صورت نمیگیره. آدم توازن قرار بیره در صورت یکی از خوبترین پروژه هایی که حتی دریم یا خیال ما است این پروژه تاپی است که تاپی شما را درقیق موفق میسازه در, در سیاست های خارجی منطقوی آقای متوجه باشین که پروژه تاپی خط ابریشم و مسئله د شمال سیاست های خارجی منطقوی دولت وعدت ملی افغانستان به خصوص آقای غنی را یا مفق یا ناکام میسازه مانا داره که غنی زمین طریق حرکت میکنه میخواه که آرامش در منطقه وجود بیاره و از طریق آرامش که در منطقه وجود میاره فشار بلد کنه بلای طلب و بیه. در حقیقت رای رشد اقتصادی رو وجود در در صورتی که تاپی بگذره ما در روش ما رای ما رو پیدا میکنیم بسیار با بخش استاد میریم به طرف گزارش و مردم میشنیم که مردم چقدر نظری خوب و آباد خود در مورد تاپی دارن بفرماین دو شیز لینا در مورد پروژه تاپی یا امی تاپی که بس امروز سر زبان هاست مردم چی میگن؟ تشکر میکنم وارث از خودت سلام بریندهای خوب امیدوارم کجا هستین ساعت داشته باشین میدانیم که پروژه تاپی از طرف باشندگان کابل و هرات استقبال خوب شدن و همچنان یک گام مثبت اقتصادی خوب برای کشور هست تا جایی که می دانیم افغانستان خرید گاز را از تاجیکستان ندارد اما ترانزیتی که اخذ می گردد از این پایپلاین ها سالانه 400 هزار میلیون 400 میلیون دلار اخذ ترانزیتی بر کشور رقم خوبی است و همچنان مشغول کار باشندگان هرات و قندهار می شود که این هم یک نوید خوب به اقتصادی برای کشور از در این مورد صحبت های می داشته باشیم از باشندگان کابل سلام خدمت شما میشه اینجا به این بفرمایید خدمت شما سلامت میکنم و بعدا میگویم امی پروژه تاپیک هست که چقدر مفید است بر کشور بخش افغانستان بسیار مفید است یعنی مردم بسیار دکار کار یعنی از مردم افغانستان از استقبال میکنه در هفته گذشته کار این پروژه رسمی آغاز شد چقدر شما خوشبین هستین که ما پروژه خوب دیگر هم داشتیم هایا این پروژه عملی خواد شد؟ یعنی هر پروژه که باشه به با افغانستان فعلا مفید است اگر این پروژه روی کار میشه بسیار مردمش خوش میشه و به افغانستان بسیار یک چیز واضح است که سرواتمان میشیم زنده باشین تشکر تشکر خب صحبت های شهروندان کابل را می داشته باشیم سلام خدمت شما سلام خدمت شما خوب است ان تشکر زنده باشین میشه شما بگوین که پروژه یک تاپی چقدر مفید است بر کشور بله به نام خدا پروژه تاپی یکی از پروژه های است که بسیار پرمنفعت است از از بود سیاسی و از بود اقتصادی بر کشور و بر هموطنان ما از بود سیاسی قسم مفید است که پروژه پاپلاین که از از خاک ما به هند و پاکستان میرسه میتونیم ما بر بهبود روابط خود با هند و پاکستان استفاده از همه ببریم و از بود اقتصادی شما میفهمین که سالانه حدود 400 یا 500 میلیون دلار مالی کشور ما سامش میرسه و به می قسم بسیاری از هموطنان میشه که استفاده ای را ببره که تمامشون مصروف کار شوه و عاید برای خرچ و فامیل خانواده خود داشته باشند شما فکر میکنین که نتیجه میته؟ ولی ای بستگی به مدیریت داره به مدیریت رؤسای کشور ما داره که اگر بتونن استفاده از همه ببره نتیجه بسیار مسمر خود داشت تشکر میکنم زنده باشید سلام خدمت شما وقتتون بخیر خسته نباشین بفرمایید زنده باشین بفرمایید راجع به پروژه تاپی صحبت اگر داشته باشین بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین سلام علیکم پایپلاین گاز گرچه برنامه تجارت بین المللی در هر کشور کی بیاید منفعت خاص خود داره اما ما ترس از این میخورم که پایپلاین گازی که در مراحل اول که طالبان ظهور کرد یا طالبان باعث شد با شروع پایپلاین گازی که در افغانستان و وقت از ترکمنستان یک کمپانی بزرگ آمریکایی ها که متاسفانه در اون زمان طالبان هم ظهور کرد با اون پایپلاین که اگر این مقاصد سیاسی در نباشه من حرکت خوب میدانم انشاءالله به نفع افغانستان است همین خودی ترانزیتش وجودی همین صدها نفر در کار مفته بودجه خوبی رو به افغانستان میآید. و خودش یک زمینه میشه که کشورها متوجه منافع مشترک کشورها بین خود شده اگر از نگاه مثبت ببینیم تأثیر گذارش در برنامه صلح ما فقط ترس ازی دارم که بعضی وقتا پروژه های بزرگ باعث میشه بعضی وقتا حرف های خوب میزنم و در پوش سرش برنامه های خطرناکی دیگه است که اگر اون نباشه بر افغانستان یک حرکت خوب انشالله ما از استقبال میکنیم خداوند انشالله یاری کنه که زودتر به انجام برسه که در این شرایطی که صدها هزار نفر بیکار است یک زمین هم میشه که در مرکز مردم دو کار بفته و از نگاه سخت هم گاز یک یک سخت طبیعی بسیار خوب است که میشه از استفاده حسن استفاده شد من از, از استقبال میکنم فقط ترسی معموز که خدای نخواسته که سوی استفاده برنامه سیاسی نشه تشکر میکنیم از شما, شما. ممنون شما صحبت های شهروندان کابل را داشتیم ادامه برنامه استودیوی مرکزی تشکر دوشی زلینا منفعت اقتصادی افغانستان سالانه میلیون ها دلار را شاید از اخ... بعد از اجرای این طرح بدست بیاره و سالانه برای دوازده هزار نفر در این کشور فرصت شغلی فراهم خواهد شد بر اساس توافق انجام شده میان کشورهای اجرا کننده طرح تاپی نقش افغانستان در کنسر سیوم تاپی ترانزیتی است و دولت افغانستان سالانه نزدیک به 500 میلیون دلار را از حق ترانزیت از عبور گاز ترکمنستان به هند خواهد گرفت در کنار آن شرکت های افغانی نیز بر اساس اعلام وزارت معدن و نفت افغانستان می در اجرای طرح جانبی این طرح بزرگ سهم بگیرند افغانستان در طول سی سال گازی که می تواند به بیارد در ده سال نخست سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز در ده سال دوم سالانه یک میلیارد متر مکعب گاز و در ده سال سوم سال سالانه یک اشاریه پ میلیارد متر, متر مکب گاز ه به دست خواد آورد و در صورت اگر فانتیزی و خیالی اگر نباشد افغانستان جناب استاد تغییر میکنه بل <coughs> م فکر میکنم که اگر اگرهایش از بین ببریم متاسفانه که پروژه های ما در افغانستان کلش در اگرا گیر مییه اگر امنیت خوب باش اگر کشورهای همسایه دخالت نکنند تیوری فقیه همسایه با تمامی زورش در افغانستان جانی همسایه تطبیق نشه اگر جهان به تعهدات خود وفا کنه اگر ما هم سر عقل به مدیریت درست انجام بدیم چهار تا پروژه بزرگ که ما داریم چهار تا پروژه بزرگ میتونه افغانستان نه از فقر بیخی جدا نجات بده بلکه کاهش بزو کلان فقر متوجه باشین که افغانستان حال دعوای رسیدن به یک بسری ما داریم که از آخرین رده کشورهای آسیایی اقلا به رده های چهارم پنجم برسیم موقعی که بانک جهانی ایران میکنه که ما افغانستان از آخرین کشورهای آسیا است یعنی از بوتان که یک کشور کوچک در در بین اومالیا است یعنی از نیپال که غریبترین ترین است که من دیدم که چیز نداره وقتی از اونها پس میمانیم مانا داره که ایمانای داره که حقیقت چیز دیگه است و باید ما شور بدیم با این که خود مردم افغانستان نخواسته که ما حتما باید غریب باشیم تمامی سیاست های منطقه متاسفانه ما در درگیر یک جنگ سیاست های منطقه و سیاست های بیندلی در درون یوریشا هستیم مانا داره که قلب یوریشا که در قد افغانستان است فقط دلیل رسیدن به یوریشا که از روسیه تا بیرال کایل از کاسی های میگیره در قد اینی پر تاوس ما یعنی موقعیت جیوپلیتیکی افغانستان ما را در قطع نو بسیار خرابی کرده و بر نای کنیم از این است که در بعض سنجش های دیگه ما سالانه حدود دو سی و میلیارده میتونیم که در تمامی موارد کار کنیم ولی ما یک چیز دیگه دارم که خوب مردم برای نگه که زیده زیده ما بسیار طرفدار زیده ولی همین قصه است که ما تاقیم 20 سال میشنم اومد ما نداره که موقعی که جناب شهرانیس وزیر مهدن سانایی بودن همین قصه ها مطرح کردن دوازه نفر بود نو از اون نفر یک پلیس و اسکر رو که خط باید نگاه خط میکرد باید نگاه 400, 500 500 میلیون دلار که ما به دست میاوردیم چیزهای دیگر به دست میاوردیم و در پالوش حتی نو نزدیکی بین افغانستان و پاکستان نشان میداد ولی پاکستانیا ها یک گوشاری دیگر کردن که خط دیگی رو خط دوستی از ایران به طرف خود کش کردن و یک پروژه چار میلیارده رو برکت دادن در وقت احمدی نجات گرچه آقای روانی بود تا متوقف ساخته میگه که پروژه بسیار کلان بلند پروازانه است ولی خوب از دوازه ای که او سنجش کردن چقدر برابری داره ولی اونا هم در قد میتونه که کار را انجام بدن رقابت منطقه موجود داره رقابت بیندلی هم وجود داره این حال مربوط میشه به درون افغانستان من پیشتر خدمت شما عرض کردم که بخاطر از که پیروز شوه چنین پروژه های ما نوی سیاست منطقه خود کامل تغییر دادیم این از یک هند میوری رفتیم چین میوری و با پاکستان نزدیک شدیم با وجود پاکستانی کار انجام میدن دولت افغانستان جای رو ترک نمیکنه ما این کارش خوشم میاد برای نو پیگیری انجام میداد مقابل از که باید سیاست مامان پاکستان نرمش داده شوه تا پاکستانی ها قبول بکنن که این افغان ها دیگه غرض نمیگیرن ولی من فکر میکنم سوال پیش میشه که آیا پاکستانی ها را که تمامی امتیازات بر پاکستان بدن آیا پاکستانی ها همو از مو تعریف استراتژیک که،, که از افغانستان در استراتژی کلان خود منطقه خود دارن میگذرن یا نه امانا داره که آیا ما منیست یک کشور ستلایت یا یک چی میگن یک او, او ما تبدیل میشیم یا نه بخاطر که این قمر پاکستان از جانب چین افغانستان شناخته شده و امیل لحظه منافع ملی افغانستان به اساس منافع ملی پاکستان از جانب تمام قدرت ها بس میشه بدی باید که ما در 14 سال نتونستم خود نشان بتم که منافع ملی پاکستان باید به اساس منافع ملی ما سنجش کنند آل منافع ملی پاکستان با پا افغانستان به اساس منافع ملی پاکستان سرش میشه مانا داره که هر حرکت شما به خاطر منافع ملی تو حرکت میتین اگر این هم کنه با منافع ملی پاکستان از جانب قدرت های بزرگ نفی میشه خودی اساس اینجا یک تعداد نگرانی هستن که پای ایران در پس مانده شاید ایران مشکلات ایجاد بکنه از که پاکستان ایجاد بکنه بله. حدالاقل امتیازات خود اینجا پاکستان میگیره در طول گذشت تاریخ های گذشته پاکستان یک عادت بد داشته که اگر منافیش بوده گذاشته اوره و اگر منافیش نبوده برش مشکل ایجاد کرده یک چیز من بعد یک سوال میکنم از کل مردم از خود آقای یک کشور که یک سر پیاز از سرد ترخم تا سرد اندوستان بسات زمینی که فقط یک روز حرکت میکنه نه نگذاره چگونه این گاز میمونه کجا بره از این میگم که ای بسیار بر من سوال است سوال سوالی که با چرخش اساسی در 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 حرکات پاکستان باید صورت بگیره این چرخش باید صورت بگیره شما ببینید که کالایی که میرسه به کراچی از کراچی تا ترخه مفروض است معنا داره که مصارف امر نقل جزء اساسی کلان قیمت تمام شده است و کالایی که می از امی ها از دین می از بندر هند زمینیش الا ترخم یک روز است کالای پاکستان و ارزان ترین کالا در منطقه به شما رفته این دیو از مود روز از کاتو باسی میان رسید نتونسان اینا را رو رو قید کردن پاکستان نه مانن که بیان از این میگم که گرایش های سیاسی بین افغانستان و پاکستان گرایش های سیاسی بین پاکستان و هندستان در حقیقت تعیین میکنه که این خط چگونه حرکت کنه ما که ما هم در مثل اینکم در حدود 60-70 پیش رفته بودیم که باید شروع میشد کار ما باید خط وان ساخته میشد آمدن چینایا کار خواه آغاز کردن بسیار سریع دو قوی چینایا بود دیگه بله کار آغاز میکنن امون هم حرکت دادن دا در حال بشت... که رابطی چین با پاکستان بسیار بله، خوب چرا منافع ملی اینده پاکستان افغانستان بساس منافع ملی پاکستان سنجیدن بخاطر ثبوت ازی که اونا بفهمن که پاکستانی ها چقدر قوی است آمدن 75 میلیون دلار برای ما سرمایه گذاری کردن 75 میلیون دلار که چهار بغله مثلا ما چی میگن اون مسئولات گمرکیز به گپاس چیست ولی 45 میلیارد دلار بردن برای برای پاکستانیا دادن آه. فرق ما با پاکستان از دید چین افتاد پنج میلیون با چلو پنج میلیارد است زمین تا آسمان فرقش میکنه از این لازم ما میگیم که ما مجبورا تا منطقه باید بازی دیگر انجام بدیم ایران افغانستان میتونه در منطقه کار کنه در منطقه کار کنه ما هیچ وقت از های بین کار نمیتونیم ما موری بسیار کوچکه حتی ناپدید شده در چی هستیم در بازی های کلان هستیم